خب دوستان عزیز در ایران شبتون بخیر، امیدوارم که کسی باشد که صدای ما را بشنود. آیا آدم ها که در ساحل نشسته شاند 4 نفر، 14 نفر، 35 نفر، 56، 64، 73، درود بر شما، مرسی، درود بر شما. بلند صحبت کن. خب این بهتر است بنویسی بلند صحبت کنید. چرا این ادبیاتی که ما به کار گرفتیم، یعنی این جمهوری اسلامی ادبی میکرده، اصلا حیرت انگیزه. هر کسی به خودش اجازه میده هر جوری دلش میخواد با هر کسی حرف بزنه. خب این بده. ما نباید تحت تاثیر آقا اون اومده بود نشون یه دفعه. درود بر شما. از جناب آقای شهرام همایون احوال شما. احوال شما چطوری؟ جونم عزیزم آقای مشتبه نیستم. من کورش هستم از دوستان قد که در تظاهرات ما هستیم جلوی سگکی ها اون موقع تظاهرات. به 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 کورش عزیز. کجایی؟ فیلم های منو من الان آلمان هستم، اما چند سال خارج شدم از آلمان. خیلی متاسفانه مثلا حالا فایلای به شما میگن اطلاعاتی یا فلان هر چیزی که میگن، من این اعتقاد دارم که از طریق شما من آگاهی سیاسی را، این آگاهی که از جمهوری اسلامی به دست آوردم و اینترنت قطع میشه. کوروشان سلام جناب امام. خب بذار کوروش ادامه بده. کوروشان ادامه بده. بس شدی باز قطع شد. کوروشان میشنوی صدای منو؟ اینترنت قطع شده. اینترنت قطع شد متاسفانه. کوروشان خب دوست عزیز دیگه بفهمید. سلام جناب آقای همایون. درود بر شما. بفهمید خواهش میکنم. درود بر شما. اگه سوالی هست من در خدمتتون. از بجنورد تماس میگیرم. از بجنورد. از بجنورد. به 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 به. خب حالا شما خوبه؟ عید شما چجوری گذشت؟ والا عید که دیگه هست همینجوریه دیگه، مردم با این گرونی و با این بدبختی دارن میگذرونن یه جوری. آقا چجوری میگذرونن؟ خیلی مهمه دیگه، جوریه که بخور نمیره دیگه. آقای همایون خودتون میدونین دیگه، همین فقط دارن نفس میکشن، زندگی که نمیکنن. برنامه های تلویزیونی ما رو میبینین؟ بله، همین پنل سیاسی و اینا رو همه رو میبینم. خیلی هم اتفاقا طرفدارش هستم. با چیز اینا میبینم خیلی هم خوبه. بجنورد هم زندان داره؟ بله داره زندان. بله خب ما 12 فروردین تو مشهد همه قرار بدن جلوی زندان وکیل آباد. بله میدونم درسته. اگه سه ساعت فاصله شه. آره 3 ساعت راست میدونم. خب حالا اگه تو سوالی داری بگو بریم سراغ یکی از دوستای دیگه. من سوالی ندارم، میخواستم همین یه تشکر کردم. خیلی خوشحالم. خوشحالم که آمدی. خیلی خوشحالم با تا رهرو ولایت. آقای رهرو ولایت. آقای رهرو سلام علیکم. درود بر شما. بفرمایید. وقتتون بخیر آقای همایون. آقای همایون من یه انتقادی داشتم از خدمتتون. من یه برهی هستش البته توی لایو شما، نه چند شب پیش توی لایو آقای فخرآور بنده دیدم اون راجع به دیگران با من حرف نه 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 در مورد شما، در مورد شما صاحب فخرآور، یعنی آقای همایون. یه آقایی بود که شما یه برهی، یعنی مثلا چند بار من دیده بودم به عنوان یه فردی که خب مثلا حامی نظام هست، یه آقای جوونی بودن اومدن توی لایو آقای فخرآور و گلایه کردن از شما، از این بابت که مدتی هستش که حالا
گویا این آقایی که توی لایف های شما بقیه رو میاره بالا، گویا ایشون رو نمیاره و ایشون رو از برنامه های شما حذف شدن. ایشون من خواستم دلیل این رو بدونم. یه آدمی که تحصیلات عالیه نداره، مسئولیت نداره، جزء یه شهروند محسوب میشه، بیشتر از 2 ساعت حرف داره برای گفتن. خب حالا اوکی، ایشون حذف میشن، ولی آیا شما میدونی دادید به افراد مشابه اینها که توی برنامه‌تون بیان؟ الان خود جناب عالی نمونش. نه خب من که توی لایف توی برنامه‌های روتین شبکه من، شما به من یه آدمی رو که یا تحصیلات عالیه داشته باشه، یه مسئولیتی در نظام داشته باشه، به من معرفی بکن. بنده کلی گرفته فوش می‌خورم به خاطر وقت دادن به آقای خزعلی، با آقای زیبا کلام. خب اینا همه خب شما آقای خزعلی و آقای زیبا کلام رو حامی نظام میدونید؟ یعنی اینها رو بعد وقتی آقای زیبا کلام میگه من اگه قرار بشه این نظام سقوط بکنه از قید دست میگیرم، ازش دفاع میکنم، ایشون حامی نظام نیست، من حامی نظامم. خوبه اگه اینا رو شما حامی نظام میدونید، ولی خب به نظر من ای کاش این به جوانای حامی نظام بیشتر وقت میدادید که توی صفحاتون توی برنامه‌هاتون. آقای محترم، شما یه جوانی که یا تحصیلات داشته باشه تو این زمینه یا مسئولیتی داشته باشه، من معرفی کنم، من بهش 10 ساعت وقت بدم. درست. خب حالا من دوستان شما در صدا و سیمای جمهوری اسلامی 10 دقیقه به من و امثال من وقت میدن؟ خب این نقدی که وارده، انصافا نقدی که وارده و من خودم قبول دارم و امیدوارم که اتفاق بیفته. من این رو کاملا قبول دارم، حرفتون درست. از انصافت سپاسگزارم. ممنونم. ببخشید وقتتون رو گرفتم. تشکر بخشید. خیلی لطف کردید که آمدید اینجا. خیلی متشکرم. تشکر. خدا. جناب همایون. جانم درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما. وقت شما بخیر. من فقط میخوام از شما تشکر کنم واسه اینکه خیلی به اخلاق اهمیت میدین، خیلی زیاد، اینکه سعه صبر دارید درباره مخالفین. ما الان یه سقوط اقتصادی کرده این جامعه ما، ولی از اون مهمتر سقوط اخلاقی این جامعه است. یعنی دروغ سراسر جان، کاملا حق با شماست. من اصلا نگران سقوط اقتصادی نیستم، من نگران دقیقاً منم سقوط فرهنگی هستم. بله دقیقاً همین، من میگم که اقتصاد شاید با یه حکومت خوب درست بشه بعد مثلا چند سال، ولی اینکه فرهنگمون نابود شده، اخلاقمون نابود شده، به این راحتی ها درست نمیشه، با پول درست نمیشه. 100% هم با شما. بله بعد اینم که حالا چرا ما به اینجا رسیدیم، یکیش که خب خودمون مقصریم 100%، خب ولی یکی تو خانواده باید یاد بگیریم، یکی هم تو جامعه، مدرسه، دانشگاه، همین تلویزیون. ما وقتی از بالا میبینیم همه دروغ میگن، این تو کل جامعه پخش میشه. وقتی مسئولین دروغ میگن، مردم هم به اخلاق مسئولین میشن. این خیلی مهمه، یعنی سقوط اخلاقی که من اعتقاد دارم که حکومت از طریق رادیو تلویزیون، از طریق سینما داره یک نوع سقوط اخلاقی و فرهنگی رو به جامعه تحمیل میکنه. دقیقاً. و این متأسفانه در ابعاد وسیع الان ما باهاش رو هستیم. بعد حق با شما. بله دقیقاً. امیدوارم خانواده ها قبل از اینکه به فکر تأمین مایحتاج فرزندانشون باشن، از نظر لباس و خوراک و مدرسه و جناب همایون جان، چون شما الان این ما خودمون مثلا صبح که میریم سر کار ساعت 11 شب میایم، وقت نداریم واسه بچه‌مون بذاریم، واسه خانواده‌مون بذاریم، یعنی درگیر این مسائل شدیم، به اونا هم نمیرسیم. فقط همین که شما اینقدر به اخلاق اهمیت میدید تشکر کنم. سپاسگزارم. از کجا زنگ میزنید؟ من تهران. من از خمین. خمین؟ نه خمین. شما برنامه ما رو میبینی؟ من بله میبینم از طریق یوتیوب. خب خیلی خوشحال شدم. بله بعد که بهش توجه کرد. جان
خیلی این میخوایم کمک شما کنیم، ما چیز از طریق یوتیوب که امکانش نیست واسه ما که حمایت کنیم شما رو از نظر مالی. خیلی ازت ممنون. یه راهی اگر شماره تکس من 818-577 شماره واتساپ 818-577-5380 یه تکس بزن با هم گفتگو میکنم به این زمین. چش ممنون. درود برای شما. درود برای شما. بفرمایید خواهش می‌کنم. خسته نباشید. جانم عزیزم. مخلصیم. آقای همایون جان، خواستم عرض کنم خدمتتون که اگه امکان داره یه خورده برنامه اینستاگرامتون رو زیاد کنید. یعنی بیشتر توی اینستاگرام هم فعال باشید. باش. والا همین الان من هر روز نیم ساعت دارم ولی فکر نمی‌کنم هیچ کس به اندازه من. درسته، ولی خب انا بیشتر مثلا مردم سر کار ماهوارینا نداره. یه خورده براشون سخته ولی تو اینستاگرام راحت تره. چش قربون چشمتون. ممنونم از ولی یه اتفاق خیلی مهم افتاده الان. به کشتی اسرائیلی حمله شده و این ممکنه که ایجاد اتفاقات بعدی رو بکنه. یه کشتی اسرائیلی در دریای عرب هدف حمله موشکی قرار گرفت. خدا به خیر بگذارونه. ولی خب اسرائیل هم ایران زیر ذره بین داره، احتمال داره اصلا به ایران حمله نزنه. بله همین رو عرض کردم، گفتم خدا به خیر بگذارونه، برای همین گفتم نگران شدم الان. درسته، بله، چون اینا فقط دوستان سر به سر مردم بذارن. بله. سر به سر کشورهای دیگه بذارن. شما میدونی که در مشهد روز 12 فروردین مردم قرار جمع بشن زندان اوین؟ بله ولی ما تو پهلوی هستیم آخه، برای ما راه دوره. نه میدونم، همینقدر که توی فضای مجازی شما هم راجع به شرط بزنید کمک بزرگیه. چش خیلی ازت ممنونم. خواهش میکنم. خسته نباشید جناب آیون. درود بر شما. بفرمایید خواهش میکنم. حالا شما خسته نباشید. یه سوال داشتم قاسم، برای شما میگین که برای رژیم چینج علاوه بر تلویزیون قوی دیگه به چه چیزا نیاز هست؟ یا بعد چجوری میشه تلویزیون قوی که تلویزیون کانال یکو؟ بله، تلویزیون کانال یک خوب باید از نظر مالی قوی بشه که بتونه امکاناتشو قوی تر بکنه، برنامهاشو جذاب تر بکنه تا این قوی بشه. علاوه بر تلویزیون یک برنامه لازمه که این برنامه رو ما تحت عنوان حکومت ملی ایران 4 سال قبل آماده کردیم که بر اساس بودجه بندی و بر اساس ساختار سیاسی بشود چه کرد. علاوه بر اون به یک رهبری نیازمنده که امیدواریم این رهبری الان مشخصش در حدود شاهد رضا پهلوی، ولی متاسفانه ایشون اعلام انصراف داده از این موضوع. باید در این زمینه فکری بکنیم. بیتا میگه چرا نمیفهمی اینا به فکر جیب خودشون هم، نه به فکر مردم. خب حالا بر فرض اینکه بیتا جان ما به فکر جیبمون باشیم، مگه جرم کردیم؟ مگه گناه کردیم؟ مگه شما نمیده کار بکنی پول در بیاره؟ ما هم داریم کار میکنیم. خب اگه کار میکنیم و پول در میاریم این چه اشکال داره؟ خب آقای آرش کجایی پس؟ دوستمون رفتن بسید که نه رفتن تموم شده. بفهمید خواهش میکنم. درود بر شما، بفهمید. زنده باشی آقا همایون، زنده باشی که شما تنها مبارزی که ما داریم میبینیم فعالیتتون 100% 24 ساعته داریم فعالیت میکنیم، بازم مردم از بهتون طلبکارن. اون چیزی که مهمه، ما الان مسئله فرهنگیمون مشکله و الا از نظر اقتصادی جهنم، یه لقمه نون هم نخوردیم میمیریم دیگه، طوری دیگه نمیشه که. اون چیزی که مهمه الان جوونامون، من نمیدونم چرا اینقدر، من نمیخوام بگم بی غیرت شدم، ولی رژیم میکشه دیگه، میکشه، رژیم میکشه. جوانام نشستن منتظرم پیرا یه کاری بکنم. امیدوارم که به زودی زود بتونیم یه حرکتی انجام بدیم. متاسفانه همون چی که میگی درست میگی و من واقعا نمیدونم نسل آینده ما چی خواهد شد. این نسل داره به کجا میره؟ چی کار داره میکنه؟ چه اتفاقی براش داره میفته؟ واقعا من نمیدونم. یعنی نسلی که اصلا به فردای خودش فکر نمیکنه و این خیلی خطرناکه. به هر حال هم صدا با شما، امیدوارم این نسل به خودش بیاد و بجنبه. خلاصه خیلی ممنونم از حضورت در اینجا. ممنون از شما.
قربونت برم جناب همایون، اگر امکان داره براتون این لایو رو یک ساعتش کنیم، نیم ساعت خیلی کم چشم. اگر امکان داره متشکرم قربون، متشکرم زنده باشی و پاینده بتونیم بعد از هفته بنده بکنیم از 8 و نیم تا 9 و نیم. سلام جناب همایون، درود بر شما، بفهمید خواهش میکنم. درود بر شما، خوب هستین؟ ممنونم جونم. قربان من یه انتقادی به شما دارم از اینکه برنامه خیلی عالیه، شما طرفدار زیاد داری. بابت یکی اینکه چیز این درباره نب جمهوری اسلامی این اشکال گرفتین بهش. نه به نظر من هیچ اشکالی نداره. نه اشتباه نکن. منم بیا اجازه بده یه دقیقه صبر کن. ببینید اون تو فرهنگ ما ایرانی ها تو داخل ایران یعنی که یعنی سقوط. نه اون ببین آقا بیجون بیا نگاه کن اصلا حالا اونم مهم نیست، اون لایک و دیسلایک هم مهم نیست، اون اصلا اون یه ایراد تکنیکیه، اون که اصل نیست. نه به جمهوری اسلامی هم خیلی شعار خوبیه، منم معتقدم همه باید کامنت بگذارن نه به جمهوری. من دوست عزیزم لیستی که محسن سازگارا شهریار آهی امضا بکنن من امضا نمیکنم، ولی این ربطی به چه اشکالی داره؟ خیلی اشکال داره. ما همه اینه که داخل ایرانن یه روزی با این حکومت بودن، حالا شما جز استثنائی که از اون اولش رفتی. عزیزم یه دقیقه ما اگه قرار باشه همه رو حذف کنیم نمیشه. دوست عزیزم من که خودم پیشروی اینم که آدما باید بیان کار بکنن حرف بزن. خب همین که تناقض داره با حرف خودت. خب نمیذارم یا حرفمو بزنم برادر من. آدمی که سرش تو جیب عرباست من بیام برم کنارش وایسم، من وای نمیستم، هر کی هم میخواد بره وایسه. آقای شهریار آهی نماینده سیاست عربستان برای تجزیه ایرانه، من کنار او نمیستم حتی اگه خدا بگه. خب شما ببین یه شخص عادی نیستی، یعنی شما تلویزیون داری، طرفدار زیادی داری. آقای شهریار آهی باید بیاد جلوی دوربین تلویزیون بگوید که من از عربستان دستور نمیگیرم، پول نمیگیرم، من میرم نوکریشم میکنم. ولی آقای محترم خب ما نمیتونیم همه رو اینجوری پاسخ کنیم که من دارم اسم میارم جلوی دوربین تلویزیون همه کدومه. من دارم میگم خب شما شهریار شما اینترنشنال هم میگی، منو تو هم میگی، پول میگیرد برای اجرای سیاست های عربستان در مورد ایران. یکی از این سیاست ها چیه؟ یکی از این سیاست ها در شورای گذار میشه آقای حسن شریعت مداری که به عربستان رو ایالتی خوزستان رو ایالت عربستان میگه. آخه نمیشه اینجوری هم که شما میگی نمیشه یعنی که همه رو داری حس میکنی. کی بمونه این وسط؟ شما میگی این بده اون بده اون بده این بده این منو تو پول میگیره، اینترنشنال پول میگیره، وی آی هم پول معلومه. خب پول نگیرن چیکار کنن؟ یه لحظه به من بگو چرا باید عربستان، انگلستان، امریکا میلیون ها دلار در سال خرج بکنن برای من و تو فارسی زبان؟ چرا؟ ببینید با این مخالف نیستید که خیلی هم آگاهی رسوندم به مردم بابا. که خدا پدرتو بیامرزه. خب من اگه قرار بشه زهر به تو بدم که این زهر رو نمیتونم توی کاسه بریزم بیام بگم این زهره، این زهر رو باید بریزم تو شهد. خب معلومه که باید یه سری سرویس های خیلی خوب به تو بده که بعد بتونه کنار اون سم رو بهت بخورونه. به نظر من مردم هم باید خودشون عاقل باشن دیگه. چرا ما هم این تلویزیون ها رو نگاه میکنیم که دیگه چرا ما گول نمیخوریم؟ یه لحظه گوش بده. اشکال شما اینه که تاریخ رو نخوندی، تاریخ رو نمیدونی راجبش. برو تاریخ چرا رو... حالا ما هم خوندیم بلخ. نه نخوندی. شما برو تاریخ 150 ساله اخیر رو بخون ببین انگلستان اومده به نخست وزیر ایران آقای وثوق الدوله 200,000 پوند داده تا آقای وثوق الدوله بره یه طرحی رو اجرا بکنه که ایران به سه قسمت تقسیم بشه. اینو میدونی راجبش؟ نه. خب نمیدونی. برو بی بی سی رو سابقش رو ببین، خودش خود بی بی سی نه شهرام همایون، بی بی سی میگوید ما سال 1320-1319 تأسیس شدیم، ما کاری کردیم رضا شاه سقوط کنه.
ما شایعه درست کردیم علیه رضا شاه. اینو خود بی بی سی تو کارنامش داره میگه. بله این که درسته، بالاخره اینا که هر کس تو هر دوره یه سری دخالت داشتن دیگه. آقای محترم، آمریکا و آقای کارتر چه نقشی داشت در سقوط محمد رضا شاه؟ چه نقشی داشت؟ خب نقش سقوطو داشته دیگه. خب من چرا باید به آمریکا اعتماد کنم؟ خب به کی اعتماد کنیم ما؟ به خودم. مردم الان من به تو اعتماد میکنم. من به قدرت ملت ایران اعتماد میکنم. خب ببینید مردم ایران همشون دارن یه سری تلویزیون نگاه میکنن، یه سری تو موبایلشون، بالاخره بعد هیچ آگاهی بهشون برسه. میخوام برم بیفتم تو چاپ، من چه مربوطه؟ من نمیافتم. آینده قضاوت میکنه که کی راست میگه. خب اینجوری ایران آزاد نمیشه که آخه. اگه قرار باشه هیچ کس، شما اگر خودت اول آزاد نباشی نمیتونی ایران رو آزاد بکنی. شما به دست عربستان و به دست انگلستان و به دست امریکا نمیتونی ایران رو آزاد بکنی. ایران رو به اسارت تاریخی میکشونی. آقای محترم، محمد رضا شاه وقتی خواست بره دو تا جمله گفت قبل از رفتنش. گفت من تمدن بزرگ رو به مردم وعده میدم، دیگران وحشت بزرگ. نمیدونم شما چند سالتونه، اون موقع این جمله رو هیچ کس معنیشو نفهمید. میدونی جمله دومش چی بود؟ جمله دومش این بود که ایران رو ایرانستان خواهند کرد. تمام این نقشه ها، تمام این تلویزیون ها، من مرده شما ها زنده. ببینید راجب آینده، تمام این سناریو برای اینه که ایران تبدیل به ایرانستان بشه و اینا این کار رو خواهند کرد. دوست عزیز من، آقای شهریار آهی پارسال 10 هنرمند ایرانی رو، خوب گوش بده، 10 هنرمند ایرانی رو به هر کدومشون 10,000 دلار داد، اینا رو برد در عربستان و بعد غیر از اینا به چندین نفر دیگه نفر 10,000 دلار داد، اینا رو به عنوان تماشاگر رفت برد توی اون سالن. در اون سالن هنرمندا برنامه اجرا کردن، 20 نفر تو سالن نبود، 20 نفر. اون 20 نفر هم آدمایی بود مثل شوره آقداشون و هوشنگ توزیع، اینا کسایی بودن که 10,000 دلار دادن پول بلیط هواپیماشون. چرا این کارو کرد به نظر تو؟ به من بگو. وسط برق بیابون به خاطر عربستان کرده دیگه. چی بگو چرا؟ میدونی چرا؟ آخه برای ما مهم نیست اونش که. آخه بس شما نمیدونم عزیز من، اون روزی هم همه که این شما نگاه نمیکنن که ببینید دیدا فرق داره، سلیقه فرق داره. این سر مسئله سلیقه نیست. تو باید بدونی یک کشوری که به نام عربستان، خب باید به خود فکر کنی آقا این پولی که داره خرج میکنه برش. من باید بگم چرا این پول خدا باید بگم بفهم. برای این بود که در این لیست نعب جمهوری اسلامی این اسامی آقا همون هنرمنده بیان امضا کنن و همون اومدن امضا کرد. چرا؟ چه اشکالی داره؟ خوشی چه بابا؟ یه نفع مذارت بابا هدف آزادی ایران، هر کس بخواد امضا کنه. شما خود داریم که کمونیست هم در آینده تو ایران باشه مشکلی نداره، هر کس دوستش بهشون رای میده، هر کس دوستش رای نمیده. حالا دنبال ابیو زن. خیلی ازت ممنونم، خیلی ازت ممنونم. یه نفر داشت توی لبش جوب آب میخورد، یه کسی بهش رسید گفت آقا جان نه این کارو نکن. گفت چه اشکالی داره؟ گفت آقا بخور کارتو بکن، حالا ما قول نرف این دوستمونم کاری که میخواد بکن. بله خب دوستم دیگه کسی هست؟ هر 25 درست داره بود. ما اینجا میام اصابمون اینجا میشه، تازه میخوایم بریم سه سر برنامه اجرا کنیم. واقعا حیرت انگیزه که ملت ما به جایی رسیده که میگه آقا چه اشکالی داره، این چه اشکالی داره، این جوان منو کشت. یعنی من آقای سهرام سلام علیکم، حال شما خوب انشالله؟ خوبی بر شما بفهم. من سوال از شما داشتم، من دوست دارم درست و واضح بهم جوابم بدید. ببینید اومدیم شما یه ایدئولوژی دادین، یا هر کسی اصلا نمیدونم شما ایدئولوژی دین چی هست، یا هر کسی که از اپوزیسیونی که مخالف این حکومت ایران هستن، شما چه شخصیتی چه کابینه یا سراغ دارین بیاد بعد از مثال میزنیم که آقا اومدیم و یه ماه دیگه این حکومت رفت، بعدش کی مجری بشه که بتونه این ایرانو که از این فلاکت در بیاره و باعث نشه عربا برن یه طرف،
آذریه برن یه طرف، بلوچه برن یه طرف. چی شما معرفی میکنی؟ ببینید آقا من شخصا یه لحظه من حرفم تموم شه، ببخشید. آقای همایون ببینید خمینی وقت اومد رو کا اروپا عزیزم سوالتو مطرح کردی، بذار جوابتو بدم، فهمیدم چی میخوای بگی. شما به نظر من شاهزاده رضا پهلوی، خب وقتی ایشون هیچ کاری نمیکنه شما میان اون رو میچسبید مثلا به خودشون کاری نمیکنن. ببینید آقای همایون، شما که من الان چند سالم؟ من 35 6 سالمه، سنم به انقلاب نمیرسه، اما شما اون موقع که انقلاب شد 100% جوونی بودید که همه چی میفهمیدید. پسرم همین که تو میگی درسته، همش یک کلمه هم و فهمیدم چی میگی، حرفت هم الان درسته، راست میگی، درست نداری. اگر شاهزاده بگه خب آقا، پس آقا جان، آقای همایون ببین، خمینی وقتی اومد رو کار، خمینی ایدئولوژی داشت. ببین اگر مردم ایران مسیحی بودن به صورت پاپ می اومد رو کار، اگر مردم ایران یهود بودن یا آدم جوید می اومد رو کار، هر دینی، مردم ایران تشیع زیاد بود به صورت تشیع اومد رو کار، یه ایدئولوژی وارد کرد. آیا شماها که اپوزیسیون هستین، آیا من ببینید رو کراس بگم، شما اپوزیسیون هستین، شما مایلید که جوانای ما به دست این حکومت کشته بشن، یا اینکه مثلا میخواد یه ایدئولوژی داری که یکی بیاد سرگاه قدرت بگیره؟ خب وقتی نیست پدر من، وقتی نیست ما چه کار کنیم؟ الان شما یه راه حل بده که گوشت از مردم از گشتگی بیان بیرون. آخه ما الان چه حرف 40 سال پیش زدن و حرف اینکه الان کی خوبه که ببینید درد ما نمیخوره، مردم رو گشنه. اینو بگم بگی راه حل ما الان چیه؟ کابینه ای که میخواد بیاد قدرت بگیره کی هست؟ کی میتونه این کارو بکنه؟ خمینی رسانه باهاش بود، همه باهاش بودن. آیا اپوزیسیونی که الان هست با دشمنی با دین، با دشمنی با هر چیزی میتونه قدرت دستش بگیره؟ نمیتونه. ما چه بخوایم چه نخوایم، در داخل ایران مردمی هستن که تشیع و دوست دارن و ضد حکومت هستن، مردمی هستن که اصلا مسلمون نیستن و از انواع و اقوام و اشعاری که داخل ایران زندگی میکنن. شما که اپوزیسیون هستین، شما که آقای شرمایی یا آقای فخرآور یا هر کسی، شماها آیا میخوای فقط جوانای مملکت کشته بشن؟ ببین حکومت، هر حکومتی که بیاد روی کار و قدرت داشته باشه نمیذاره کسی به این راحتی حکومت ازش دستش بگیره. جوانای ما چی کار میتونن بکنن دارن تو خیابون کشته بشن؟ آقای عزیز شما آخه ایدئولوژیتون چی هست؟ ما باید بفهمیم. الان من اینجا میخوام، من الان مسلمان شیعم و ضد این حکومتم، شما ایدئولوژی تو چیه که من بگم آقا اینا یه تفکر جدید دارن، اینا میخوام سخنرانی کردی دیگه تموم شد بابا جان. ببخشید من دو هفته این جواب ما رو بدیم، ما میخوام بفهمیم چی به چیه. خب کسی نه یار بولن نصب کنه، کسی نه یار دیگه. آره نه دوست عزیزم، ایدئولوژی که شما ازش صحبت میکنید، اولا یک حکومت لازم نیست ایدئولوژی داشته باشه، نباید داشته باشه. حکومتی که به عنوان مثال دارم برات میگم، شما یه مملکتی داری، از ساکت به گوش بده ها فقط ها، شما الان یه مملکتی داری که متشکل است از شیعیان، سنی ها، کلیمی ها، درست، مسیحی ها و مختلف. وقتی میگی حکومت جمهوری اسلامی یعنی یه حکومتی که ایدئولوژی اسلامی داره، این در حقیقت حق کسانی رو که مسلمان نیستن ضایع میکنی و حق رو پیش و پیش از اونها میگیری. چون همینقدر که من شیعه در ایران سهیم هستم، اون هموطن یهودی من و هموطن آقای من هم صاحب نقشه. شما پیشا پیش یه گروهی از مملکت مردم رو رفت جدا انداختی بیرون. یا اگر حکومت کمونیستی باشه، منی که کمونیست نیستم در یه حکومتی که صاحب ایدئولوژی کمونیستیه، من پیشا پیش جد کنار گذاشته شدم، دور شدم. به این حکومت اساسا نباید ایدئولوژی داشته باشه، حکومت باید ساختار، حکومت باید ساختار داشته باشه. حرف ما کاملا درسته، مبارزه یک اجزایی داره، یه رهبریت میخواد، پول میخواد، برنامه میخواد. همینجوری من اومدم مبارزه کنم، همینجوری دارم بگم فوش بدم به جمهوری اسلامی، این یعنی جوانای مردم رو به کشتن دادن. درست، شما کاملا درسته، مبارزه رهبریت میخواد، پول میخواد، برنامه میخواد، نه ایدئولوژی. یعنی بیا به مردم بگه آی مردم، من با این برنامه میخوام بیام به شما حکومت کنم. برنامه عدالت،
برای همه مردم، مسیحی مسلمان، و مهمتر از همه چیز دوست جوان من، احترام به عقاید گوناگون در جامعه است. یعنی چی؟ یعنی اگر یه آدمی قراره بره مسجد نماز بخونه، این آدم حق داره، محترمه، عقایدش هم باید بهش احترام گذاشت. بله بله درست. اگر یه کسی اصلا خدا رو قبول نداره، اونم واسه خودشه، اونم برای خودش باید بهش احترام گذاشت، بره کارشو بکنه. هر کسی دین خودش رو داره، هر کسی از هر کسی تو قبر خودش می‌ذارن. تا زمانی که به حق و حقوق دیگری تجاوز نکرده، حق داره درست. که هر جور دلش می‌خواد زندگی بکنه. ببین آقای همایون، من الان فلان زندگی میکنم، یک کشوری که نه از اسلام حرف بزنه نه از دین حرف بزنه، اما که دقیقاً کارهای حرفایی یا کارهای انجام میده که اونا میگن، آخوندا میگن، حقوق همه رو میده، از پولدار میگیره به فقیر میده، همه با هم مساوات. شما بخوای فکر بکنی، به نظر من تمام کشورهای غربی، خیلی جمله خوبی گفتی، تمام کشور غربی بر اساس ادعای جمهوری اسلامی مسلمانن و جمهوری اسلامی مسلمان نیست. درسته، همین هم هست. ببین الان من مسلمونم، من مذهب خودم رو دارم، پایین خونم یه وهابی زندگی میکنه، خدا شاهده همسایه بغلم یهودی، یه پیرزنه، بقیه یکشون بی خداست. ما توی ساختمون زندگی میکنیم، هممون این ساختمون رو تمیز میکنیم، همون این ساختمون ازش استفاده میکنیم، همون پارکینگ خونمون ازش استفاده میکنیم، ما ساختمون رو نگه داشتیم. پس کشور ما یک ساختمان بسیار عظیمیه که من نوعی، شمای نوعی و هر کسی بیاین آقا به خاطر وطنمون یک کاری بکنیم. حالا من مثلا کل حرفم این بود، حالا شما میگفتین ساختار داره، حکومت ایدولوژی نداره. ساختاری که شماها اپوزیسیونی که مثلا خارج کشور هست چیه که بگی آقا ما یه رهبری داریم که داره میاد حرف بزن. ببین رک و راست، در کراس رضا شاه، پسر محمد رضا شاه کاری نمیکنه، مرد این کار نیست و نمیتونه. ایشون رسما اعلام کرده که دیگه من نمیتونه. خب ببین نمیتونه. الان کی باید قدرت بگیره دست؟ نه من الان نمیدونم واقعا. ببین ما تا حالا میکردیم، ما تا حالا گوش بده، ما تا حالا فکر میکردیم بر اساس روشی که ایشون داره، ما ایشون رو به عنوان رهبریت برگزیدیم، قبول کردیم. برنامه هم که میگی ما تهیت برنامه حکومت ملی، این برنامه رو عرضه کردیم، ولی متاسفانه ایشون الان در آخرین پیامشون اعلام انصراف دادن و گفتن روی من اصلا به هیچ عنوان حساب نکن. من 4 دقیقه دیرم شده، بعد برم استودیو با هم. آقا من خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. من دوست داریم که بالاخره یه ایدئولوژی ساختار جدید برای نظام درست بشه، بیاد که جوان ما از دست برنامه نشه. ایدئولوژی نه، برنامه. برنامه همون برنامه ریزی که برای کوکون ساختار حکومت لازمه. انقلاب هم این برنامه رو می‌ذارید روی وبسایت جنبش ما هستیم، حتما برید ببینید. خیلی خوشحال شدم دوستان عزیز، داره جا میفته، از 500 نفر هم تجاوز کردیم، آروم آروم این لایو داره جا میفته. تا فردا ساعت 9 صبح با شما بدیدیم.